خانم امروز یه شیرینی تورد پسته و بادوم داریم از دست شیرینی های کره ایه که برای عید مناسبه. بعد اگر که اجازه بدید مواد اولیه شو بدیم. بله خانم، ماندگاریش هم خوبه دیگه، یعنی از الان درست کنم. بله الان توضیح میدم اگر اجازه بدید. با اجازهتون خواهش میکنم. برای شیرینی تورد پسته و بادوم نیاز داریم به 200 گرم کره، پودر شکر داریم 130 گرم، آرد داریم 225 گرم، آرد برنج 2 قاشق سوپ خوری، آرد ذرت 2 قاشق سوپ خوری، پودر پسته 45 گرم، پودر بادام 90 گرم، رنده پوست پرتقال 1 قاشق چای خوری، پودر هل 1/4 قاشق چای خوری، مغز پسته یا خلال پسته به میزان لازم. خانم اشرف جان، خواستن همین ابتدای برنامه که اینها رو به پیمانه هم بگید. والا مثلا یک پیمانه آرد ما 150 گرمه. خب یا مثلا اگه که بخوان حساب کنن، ولی من یه چیزی بخوام خدمت دوستان بگم، شیرینی که چون که آرد ها یه مقداری مثلا وزناش متفاوته، در فصل ها متفاوته، حتما یه ترازوی دیجیتال داشته باشن برای اینکه کیفیت بهتری برای شیرینیاشون داشته باشن. مثلا یه موقع یه پسته بیشتر وقتی پودر میشه پیمونش اندازش فرق میکنه با یه پسته که درشت در پودر میشه، خطا درش زیادتر میشه. بله. حتما یه دونه ترازو بگیرن که دیگه با خیال راحت، حتی پیمانه هامون هم یه مقدار استاندارداش متفاوته. بله. خدمتتون عرض کنم من الان اینجا نصف میزان درست کردم. بله. که مقدار سرعت بدم دستم. حتما طبق معمول که همه دوستانم هم گفتن، منم بارها گفتم، هر موادی که میخوایم استفاده بکنیم حتما باید به دمای محیط برسه، مخصوصا کره و شیر اگه داریم، تخم مرغ اگه داریم، همه مواد رو در محیط، دمای محیط قرار میدیم. فعلا کره و پودر شکر رو با همزن میزنیم. اینقدر شکر و کره رو بزنن، پودر شکر نه شکر. پرسیدن پودر شکر. شکر چیه؟ پودر شکر میتونن از در حقیقت شکر پودر شده است که اگر که بخوان که تهیهش بکنن از لوازم قنادی فروش همه این مواد آماده و با بهترین کیفیت، یعنی مثلا اگه شکر خودشون آسیاب کنن میشه پودر شکر، میشه پودرش کنن. بله چرا نمیشه، میتونن با غذا سازی مت. خب خیلی گرد داره. بعد همیشه وقتی از پودر شکر استفاده میکنن اول با دور کم همزن بزنن یا یه پارچه روش بندازن که این پخش نشه که محیط رو کثیف بکنه. بعد که کره مخلوط شد با پودرش کرد، بعد سرعت در همزن رو دو سه شمار ببرن بالاتر. با سرعت متوسط باید اینقدر بزنن که این کره و پودرش کرد به حالت کرمی و پفی، حالت پفی پیدا بکنه. بسیار. بعد خدمتتون عرض شود که دیگه بعد از اون آردی که حتما الک بکنن، هم به خاطری که ناخالصیش گرفته بشه و هم به خاطری که مقداری هوادهی داده باشه. البته این بیشتر در مورد کیک ها صحت داره، در مورد بیسکویت ها حالا اینقدر مهم نیست، ولی بکنن بهتره. سه تا آردمون رو مخلوط میکنیم، یعنی آرد نولی که داریم و آرد برنج و آرد ذرت. وقتی که آرد رو قاطی میکنید با هم پوچتر میشه شیرینیمون؟ بله. خدمتتون عرض شود بقیه کار رو با دست انجام بدن. گفتم توی خونه دوستان حتما این مواد رو بیشتر بزنن. من الان یه مقداری سرعت به خرج دادم، یعنی باید یه حالت کرم مانند پیدا بکنه و رنگش کم رنگ بشه. بعد دیگه همه مواد رو اضافه میکنیم. برای شیرینی های عید غیر از خلال پسته یا مغز پسته که احتیاجش داریم برای زمانی که میخوایم شیرینی رو فرم بدیم، بقیه مواد رو اضافه کردم خانم. دیگه با دست همه مواد رو، نوک انگشت ها یا کل دست؟ نه کل دست مهم نیست، یعنی گرمای کف دست رو بگیره اشکالی نه مهم نیست، چون که خمیر نون که نیست که، یا خمیر خاصی که نیست. فقط یه چیزی رو میخوام به دوستان بگم، اگر برای عید میخوان شیرینی درست کنین، اگر از کره حیوانی استفاده کنین عموما تا یک هفته بمونه یه ذره مزه تیز و تندی میگیره. در نتیجه بهتره که از کره مارگارین یا ترکیب دوتاش استفاده کنین. بعد شیرینی هایی که با کره درست میکنن هم خیلی بهتره در یخچال توی ظرف دربسته‌ای که برودت یخچال رو نگیره بذارن، یا اینی که در یه ظرفی که واقعا باز نفوذ هوا نداشته باشه توی فریزر نگرش دارن که خدمت شما هر شود که موندگاری بهتری داشته باشه، بعد از فریزر در بیارن و بتونن برای مهمونانشون استفاده بکنن.
دوست عزیزی گفتن چندین بار این سوالو میپرسن مطرحش نکردیم، الان مطرح میکنیم. دوست عزیز میگن که اجاق توستر برای پخت کیک و شیرینی مناسبه؟ والا بستگی داره به توستری که هست. اصولا هر دستوری که ما داریم برای توستری، اگه اجاق فرهای برقی 20 درجه باید کم بشه. باید که از این توسترهای بزرگیه که کاملا باید امتحان کنن ببینن در میاد با این کیفیت، میتونه جواب بده برای کیک یا شیرینی، میشه. در غیر این صورت نمیتونه. توستر نون هم که اصلا نمیشه، اگه منظورشون توستر کبابیه. بعد خدمتتون عرض شود که توستری بزرگیه که توش نون و همه چی میتونن درست بکنن، از اونا عموما میشه استفاده کرد. ولی میگم مثل فرهای برقی باید 20 درجه فری که دارن بیادش کنن. خانم امیر شاهی، همیشه برای این شیرینی ها، من این توضیح ها رو بدم، همیشه برای این شیرینی ها خشک، هر آنچه که داریم ما، باید وقتی که دوستان میخوان که شیرینی رو فرم بدن، سینی رو کاغذ روغنی برای این شیرینی بذارن بهتره. اگر تفلون دارن احتیاج نداره، دمای فر 150 سانتیگراد، 300 فارنهایت یا شماره 2، 10 دقیقه حداقل گرمش میکنن. به مدت 20 تا 25 دقیقه شیرینیشون آماده است. این شیرینی الان آماده شده است، اگر دوستان نشون بدن یه حالت تردی داره و طعم خوب و مطبوعی داره، حالا اگر که دوستان استفاده کنن. و حالا البته انتهای برنامه میاییم و از نزدیک همه شیرینی خوشمزه شما رو میبینیم و دربارش من میپرسیم. من بگم خدمت دوستان، اندازه یه گردوی کوچیک اگر که از مواد بردارن میشه حدود 14 گرم که توی دستشون اینو اول گردش میکنن، بعد به حالت دوکی شکل قرارش میدن. چون من کرم و کم زدم یه ذره انسجام این خمیر کمه. تو خونه حتما کرم و پودر شکر رو انقدر بزنن تا حالت کرمی مانند پیدا بکنه. درست. بعد در دستشون حالت مخروطی بهش بدن، به این موادی که داریم. بعد توی هر کدوم یک خلال پسته یا یک مغز پسته، این دیگه بستگی به سلیقه خودشون داره که میخوان چه شکلی باشه، قرار میدن. اینو با فاصله 3 سانت توی سینی فر میذارن. لزومی نداره که با دست فشار بدیم که این شیرینی بیاد پایین، چون که خودش بعد از پخت یه مقداری به خاطر که کره‌ایه حالتی پیدا میکنه. اگه همینطوری میمون چقدر خوب بود، چون کره‌ایه اتفاق نمیفته. پس یادشون نره دوستان که کرش رو خیلی کامل بزنن، چون یه مقدار از این خمیرش لطیف‌تره. الان اون لطافت رو به خاطر اینکه من سرعت دادم به کارم نداره. پس تو دستشون گردش میکنن. من یه دونه دیگه درست میکنم با اجازهتون. بفرمایید. بعد وقتی که گردش کردن، با حرکت دستشون به صورت دورانی این خمیر رو به شکل دوکی شکل در میارن. همینجوری که من الان انجام دادم. خیلی هم راحته. ببینید وقتی باش بازی میکنن کفش هم صاف میشه. وقتی که این اتفاق افتاد، یک خلال پسته یا یک مغز پسته رو توش فرو میبرن، با دست کمی فشارش میدن، با فاصله 3 سانت حتما، چون یه مقدار حالت خوابیده پیدا میکنه، روی سینی چرب شده این خمیر رو قرار میدن.